بسم الله الرحمن الرحیم. هر گونه فروش و کسب سود از سخنرانی های این جانب به غیر از محصولات و تولیدات مؤسسه نور الزهرا سلام الله علیها شرعاً حرام است. در ضمن بنده تمام عواید حاصل از فروش تولیدات مؤسسه مذکور را وقف مؤسسه مساف ایرانیان نمودم تا صرف عرصه مهدویت کردم. با احترام، علی اکبر رائفی. کلیه حقوق مادی و معنوی این برنامه متعلق به مؤسسه مساف ایرانیان می باشد و عواید آن صرف حوزه مهدویت می گردد. هر گونه سوء استفاده به هر نحو، عملی غیر اخلاقی و ناپسند بوده و به اهداف مهدوی مؤسسه آسیب می‌رساند، این عمل شرعاً حرام و قابل تعقیب است و با متخلفین وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. جنبش مساف تقدیم می‌کند. پایگاه اینترنتی مؤسسه مساف masaf.ir، پست الکترونیک info@masaf.ir، سامانه پیام کوتاه 2313-313. مؤسسه فرهنگی نور الزهرا سلام الله علیها، مرکز پخش انحصاری آثار استاد علی اکبر رائفی پور. آدرس سایت www.nurozahra.com. سامانه پیام کوتاه 1000-1006. تلفن 021-66-56-6000. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. تسلیه درس میکنم ایام فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان رو خدمت شما، علل خصوص ایام شهادت سه ساله ابا عبدالله حضرت رقیه سلام الله علیها رو. خب ما سه شب در خدمت شما هستیم. موضوعات در کل یک سیر رو داره اما هر شب متفاوته. خدمت شما عرض بشم که من یه سری اتفاقات تو کشورمون افتاد و یه سری بحث ها پیش گرفت، حالا بحث های علمی غیر علمی، حالا هر چی اسمش بخواد بذارید، چون من در اصل این مباحث مشکل دارم، اصلا با علمی و غیر علمیش اصلا کاری ندارم و اینا رو اشتباه میدونم مطرح کردنش، ولو حتی درست باشه. میگه جز راست نباید گفت اما هر راست نشاید گفت. من بعضی موقع هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. یه خورده احساس دغدغه میکردم، از یه طرف صحبت کردم تو این فضای خورده سخت و ثقیل بود برای خودم، دوست نداشتم، من تا دیگه جبران ما ورود پیدا میکنیم تو این بحث. ببینید ما توی بحثایی که در مورد امام شناسی داشتیم بارها عرض کردیم، یادم تو همین مشهد گفتم که بحث امامت اصلی ترین چیزیه که ما داریم دیگه. شما خودتو بکشی به اندازه شیطون نمیتون سجده کنی. این ملعون 6000 سال عبادت کرد، 4000 سال یه سجده فقط، اما مقبول واقع نشد، مقبول واقع نشد. برای شیطون کافر، شیطون قرآن، خدا میگه، خدا در قرآن به شیطون میگه کافر، اما جالب شیطون خدا رو قبول داره. تازه خدا رو هم به چی قبول داره؟ به یگانگی قبول داره. جالبه، به یگانگی قبول داره اما خدا بهش میگه کافر، کان من الکافرین. خیلی عجیبه. شیطون معاد هم قبول داره اما خودش میگه کافر. هم توحید قبول داره، هم معاد قبول داره، هم صراط مستقیم رو میشناسه، لعقودن نعلا صراط، اما خودش میگه کافر. برای چی؟ برای اینکه شیطان رو دو تا بود مشکل داشت. یکی عدالت خدا رو قبول نداشت، رب به ما اقویتنی، که خدای تو جلو رشد منو گرفتی. این نفهمید که اگر همون سجده رو بر آدم میکرد رشد یافتگیش بیشتر میشد. دوم خلیفت الله قبول نداشت،
فلذا اگر 100,000 سال نماز بخونی عزیز دل من بدون ولایت آنها باشد، چون بنا عبد الله بنا عرف الله، برداشتی که من حاضرم با هر کسی هر جا بگم مناظره کنم سر این بحث قرآنی دارم، میگم بگو بر چی شیطون میگه کافر؟ شیطونی که به خدا میگه انی الاخاف من الله رب العالمین، من خودم از خدا میترسم، روز قیامت قبول داره الی یوم یبعثون، اما خودش میگه کافر. اگر طرف تمام عمرش نماز بخونه، بارها حج بره، خیلی 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 صدقه و زکات بده، لا یقبل من، ازش پذیرفته نمیشه. اگر به ولایت اهل بیت نرسه، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیه، مرگ جاهلیت مرده. خب از این زیاد صحبت کردیم، من همین امسال 5 شب تهران و 5 شب شاهرود همین صراط مستقیم رو باز کردم بحثشو. با 5 شبی که تهران پارسال همین فاطمه امسال در مورد امام شناسی داشتیم، میشه 10 شب، یعنی یه نفر این 10 شب رو گوش بکنه، عقلی نقلی قرآنی بحث امامت انصافا باید براش جا بیفته. منتها اینجا میخوام یه چی دیگه بگم، میخوام از امام شناسا صحبت بکنم، خواهد کسایی که تو صراط مستقیم بودن صحبت بکنم. در مورد حضرت رقیه سلام الله علیها هم بحث دارم، در مورد این بحثای بی خودی هم که چند وقتی راه افتاده، انگیزهای سیاسی پشت سر اینها رو هم میگم خدمتون، که در مورد آیا حضرت رقیه بوده نبوده، اسمش چی بوده و این بحثایی که راه افتاده، اونو میگم پشت سرش چه بحثای سیاسی نهفته است، همه رو میگم. مثلا خودم اینجا بررسی میکنم، نظر شهید مطهری رو میارم، صفحه کتابش رو والا عکس گرفتم، عکسش همینه تو دسکتاپ لپتاپمه، به بچه‌ام گفتم واسه کن اگه امشب وقت شد من امشب نشون بدم. چون اینم بحث میکنم که چه چیزی پشت سر اینجا. ببینید یکی از بحثایی که ما یه خورده ازش غافل شدیم، اونم باز نعوذ بالله لای مزاحی بکنیم، تقصیر خود اهل بیت، بس که نورشون زیاده، اگه کسی کنارشون باشه ولی خیلی خوبم باشه دیگه اون نور دیده، اون فرد دیده نمیشه. مثل ماه وقتی خورشید میاد بیرون دیگه دیده نمیشه، ولی ما بروج آسمان، ستاره های درخشنده آسمان در روز دیده نمیشن. شما همین کربلا که تشریف میبرید، کل امامزاده اونجا داره، امامزاده واقعا صاحب کرامات بودن در زمان زندگی خودشون، در زمان حیات خودشون، و حوائج برآورده میکنن الان، اما کسی نمیشناسدش. چرا؟ چون یکی مثل حسین ابن علی علیه السلام اونجا داره میدرخشه دیگه، جایی نمونه برای کسی. یه عزیزی به ما میگفت، من دیدم راه بی ربط هم نمیگه، اگر در زیارتنامه امام حسین نام مبارک حضرت علی اکبر علیه السلام نمیومد بلافاصله بعدش، یعنی کنار همه دیگه، این دو تا زیارتنامه کنار چسبیده است، یعنی زیارتنامه متفاوته جداست، اما پشت سر هم میاد، یه میگه به بالای سر برو به پایین سر برو، داره توضیح میده، میگم نشته به علی ابن الحسین سلام میدید به حضرت علی اکبر علیه السلام که مقام بسیار بسیار عظیم داره. خب چه بسا یه نفر میره حرم حسین یادش میره اصلا حضرت علی اکبر رو زیارت، برای چی؟ به خاطر اینکه امام حسین اونجاست. خب قطعا حضرت علی اکبر با امام معصوم قابل قیاس نیست، اما علی اکبر علی اکبره. شما برید تاریخ رو بخونید در مورد حضرت علی و حضرت علی اکبر چه چیزا نقش شده، حضرت علی اکبر آدم عادی نیست که بخوام میام حرف بزنیم در موردشون. برخورد امام هم با صحابشون متفاوت بود، برای اینکه ما به ما بفهمونن که این یکی از اون یکی دیگه چی هم به خدا نزدیکتره، ولایت پذیریش بیشتره، فکر هر کسی مالک میشه برای امیرالمومنین. این اصحاب باید شناخت. یک سری بحث ها مطرح شد، نمیدونم که مثلا حالا فقط امام معصوم رو بچسبیم، حالا اینا رو ولشون کنیم، نه این نیست که، اونم بحث اینجوری نبوده که اینا رو ول کنیم، نه یعنی اهمیت خود امام معصوم بیشتره، اینطور نیست، یعنی واقعا آدم دلش آتیش میگیره خود شاهد این حرفا میشن. مختار ثقفی، این بابا روزه گوشکن خیلی خوبی بود، هیچی که نبود روزه گوشکن خیلی خیلی خوبی بود. چرا؟ چون کیا برش روزه خوندن؟ بگید خود قاتلا می آوردش طرف ها می گرفتش می گفت بگو چی کار کردی؟
یعنی روزه‌ای که مختار میشینید به قول امروزیشو بخوام بگیم برگای بازجویی بود. چه کردی تو با علی اصغر؟ چه کردی با علی اکبر؟ چه کردید با عباس؟ گوش میکرد، گریم میکرد. وقتی در مورد حضرت علی اکبر سوال میپرسه خیلی عجیبه. اینو کی داره میگه؟ اون فردی که در سپاه عمر صدر لعنت الله علیه وجود داره، اون داره میگه. میگه حسین ابن علی این افرادی که به میدان میفرستد، خب ما میدیدیم داره دنبالش مثلا دعا میکنه فلان. میگه تنها کسی که این بچه دور او دنبال او راه افتاده بود، دست و پاش میلرزید، یعنی راه میومد دنبالش همونطور، گریه میکرد، بلند بلند نفرین میکرد ما رو، فقط علی اکبر. ما در مورد هیچ کسی ندیدیم همچین چیزی، به خاطر چون میدونستن که ابا عبدالله دل در گروه این یارش داره، نگید فرزندش. آیا امام معصوم نعوذ بالله دروغگوست؟ پناه بر خود از این حرفی که زدم. امام معصوم میگه وقتی فرستاد علی اکبر علیه السلام به میدان، فرمود خدای شاهد باش اشبه الناس خلقا. خلقا یعنی چی؟ میگه در خلقت، خلقا، در اخلاقیات. آقا رسول الله میگه اینی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اصلا هدف بعثت من اینه که مکارم الاخلاق رو بیارم تمام کنم، بس بدم، شرح بدم، وسعت بدم، به تکامل برسونم. میگه این در خلق، خلقو که گفتم، خلقا و منطقا و رفتارش، منطق رفتاری و فکرش اشبه الناس به رسول الله. میگه علی اکبری که دارم میدون میفرست و اشتقنا، و وقتی ما مشتاق میشدیم به رؤیت نبی، یک به دیدن پیامبرت، بهش میگفتیم علی پاشو یه چهار قدم راه برو. خب این حضرت علی اکبر، بله از سر اتفاق علی ابن الحسین هم هست، یعنی پسر امام حسین هم هست، اما این رو فقط پسر امام حسین نبینید. علی اکبر پا منبر امام معصوم بزرگ شده. آقا آیت الله میره بالا منبر میگه من استادم آیت الله العظما فلانی بود، براش اعتبار میاره. میاره یا نمیاره؟ میگن شاگردی آیت الله العظما فلانی و بهمانی رو در نجف و قم و مشهد مثلا شاگردیشونو کرده بود. شما فکر کن صبح تا شبت با امام معصوم باشی، آب خوردنشو ببینی، خوابیدنشو ببینی، بلند شدنشو ببینی، حرف زدنشو ببینی، چی میشی؟ یه منبری رفت حرم حضرت عباس بالا منبر، خیلی عجیبه این داستان، اینا داشته باشید، رفت بالای منبر، یوی برگشت گفت فقه خونده بود، الان 4 کلاس درس فقه خونده بود، یه توهمی برداشته بود، گفت من وقتی به زندگی عباس ابن علی علیه السلام نگاه میکنم به این نتیجه میرسم که عباس آدم شجاعی بود و وفاداری بود، اما من بهترم از او. مردم مات موندن، چیزی داره میگه بابا؟ من برای اینکه من فقه خوندم، بعد میخواستم باشم بزننش، بکشنش با یه خوراک سیر همونجا بزنش تا بفهمه دیگه ازم غلطو نکن. بعد گفتن زشته در محضر حضرت عباس علیه السلام. دیدی یه بچه کوچیکی جلو بزرگتر نمیزنن، بزرگتر ناراحت میشه. میگه من اینجا نشستم خجالت نمیکشید با هم دعوا میکنیم، احترامیه. گفتن اینو نشونش میکنیم میره بیرون دیگه، رفت خونش تو راه یه حال اساسی ما میدیم. آقا دنبال این رفتن گمش کردن و پرسون پرسون این بابا کی بود اومد اینجا و فلان، خونش رو پیدا کردن. رفتن در خونه، تق 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 در زنش اومد، گفت رفت کجا؟ رفت گفت رفت حرم. گفت بابا من، گفت آره اومد یه نیم ساعت اینجا یه استراحت، یه خوابش برد و بلند شد از خواب پرید و بدورو پابرنه سمت حرم. اینا دوباره برمیگردن تو حرم، میبینن که عمامش رو باز کرده، یه سرش رو بسته به گردنش، یه سرش رو بسته به ذریع حضرت عباس، زار زار اشک میریزه، غلط کردم، اشتباه کردم، نفهمیدم چی شده. هیچی، من رفتم خونه یه
خوابی منو گرفت حضرت دیدم همه علما و فقهای بزرگ، حالا این 4 کلاس فقه خونده بودیم، چه نبوده که فکر کنی از بزرگامون، نه هیچ وقت همچین چیزی مدر بزرگانمون نداریم، یه چند پایه درس خونده بوده. بعد میگه دیدم همه فقها نشستن، یهو یه نفر وارد شد، همه تمام قد براش بلند شدن. گفتم کیه؟ گفتن عباس ابن علیه. همه دستشو میبوسن. اومد جلو به من رسید گفت من اگه یه چند سالی علی ابن ابی طالب رو درک کرده باشم، بعدش هم یه چند سالی حسن ابن علی رو درک کرده باشم، بعدش اون یه چند سال حسین ابن علی رو درک کرده باشم، فقه میدونم. استاد من 3 امام معصوم بودن، تو میگی فقه بیشتر میدونم؟ مگه ما گفتیم حضرت عباس فقه نمیدونه که تو رفتی این حرف زدی؟ بله شجاعت داشته، افقه اون ناسم بود زمان خودش. اینا پا امام معصوم بودن، استاد درسشون امام معصوم بوده، سوالایی رو خصوصی پرسیدن که به مخیله من و تو نمی گنجه، به مخیله من و تو نمی گنجه، و چه بسا بسیاری از اونها به ما اصلا نرسیده. حضرت زینب شاگرد کیا بوده؟ کیا رو درک کرده؟ او یه فقیه هست. رفتار این بزرگوار شما نگاه میکنید در روز عاشورا، رفتاری داره، کار به جای میرسه، یه جا امام معصوم رو داره دلداری میده. حضرت امام سجاد فرمود دیگه چیزی نمونده جان از تنم خارج بشه وقتی ماجرای گودالی بود. حضرت فرمود صبر کن ای پسر برادر، روزی برسه اینجا گنبد و حدیث اون معیمن و اینجا گنبد و بارگاهی بشه. اصلا کتاب کربلا رو از زینب جمع میکنه، اللهم تقبل من هذا القلیل. به کی داره میگه قلیل؟ میفهمی یعنی چی؟ در مقابل کی داره میگه؟ در مقابل کی داره میگه؟ میگه این قربانی در مقابل توی خدا که هیچیه. یعنی حرفی رو میزنه که عاشورا رو جمع میکنه، مهر آخرش رو میزنه. کی؟ حضرت زینب سلام الله علیها. معصومه؟ با اون نوعی که 14 معصوم مثلا؟ خیر. ما روایت داریم علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. برخی از علما امت هستن برتری دارن بر برخی از انبیاء بنی اسرائیل. حالا شما دریاب حضرت زینب کیست؟ بله عالمه غیر معلمه. میگه نه خیلی، اصلا خیلی جا معلمه هم داشته. او حضرت زهرا سلام الله علیها رو درک کرده، امیر المومنین رو درک کرده، امام حسن رو درک کرده، امام حسین رو درک کرده، امام سجاد رو درک کرده. چند تا استاد دیگه داشته باشی؟ حضرت عبدالعظیم حسنی سید الکریم که در ری دفن هستن، ایشون مردم میرن حاجت میگیرن و معصوم فرمود کسی که او رو زیارت بکنه ثواب زیارت کربلا داره. همه افتخارش بینیم میگن از امام فلان تا امام به همان این درک کرد، حدیث نقل میگه تا زمان امام هادی. بعضی موقع ها ما برای اینکه معصوم خوب بشناسیم باید صحابهشو بشناسیم، اصحابشو بشناسیم، اینان که سورس میدن، اینان که رفرنس رو مشخص میکنن، وگرنه تو از کجا حضرت علی دیده بودی؟ کی بهت رسوند؟ همینا که شاگردی امام ها رو کرده بودن، امثال مفضل ابن عمرها بودن که این حدیث نوشتن که امروز من تو رجوع بکنیم. اینا اینجوریه؟ نه اینجوری نیست که واسه خودش حالا بگه حالا این معصوم بود، اونا که دیگه معصوم نبودن. اصلا ما بحث عصمت اکتسابی داریم. شیخ انصاری یک فقیه بزرگ شیعی است، گفتن گناه میکنی؟ گفت فکر گناه هم نمیکنم. گفتن آخه ممکنه، آخه دیگه فکر گناه که دیگه به ذهن آدم میاد. گفت شما تا حالا چیزی کدومتون به ذهنتون اومده که مدفوع خودتونو بخورید؟ گفت کراهتی که من به انجام فعل حرام دارم، اون کراهت و احساس نفرت عین این کسی که این نفر میل بکنه به خوردن مدفوع خودش. این کارو میکنید؟ گفتن نه. وقتی آدم به این نتیجه، به این شناخت برسه که آقا انجام این فعل که اصلا دلیلش هم نمیدونم به کجا آسیب میزنه،
منو از خدا دور میکنه، همون نفرتی که به نجاست دارم از اون فعل برام بروز پیدا میکنه. که تو آدم های درجه بندی مختلفه. یکی هست اصلا مکروهات هم بهش میگی مطلقا مطلقا، اصلا انگار برق میگیردش وقتی میگی. بابا اینا ما نمونه بارز جلو چشمون بوده. بعد حضرت زینب سلام الله علیها، عزیز دل من، در فقه ما فعل این افراد بعضن سنده. میگن چون حضرت زینب این کار رو کرد ما هم این کار رو بگید میکنیم. در بحث لطمه که اگر کسی در عزاداری چیزی به خودش آسیبی وارد بکنه، به سر و صورت خودش بزنه، آیا این جایزه یا نه؟ یکی از مباحثی که فقها بحث کردن برید ببینید چیه. میگن ببینید زینب این کارو کرد یا نه، ببینید فلان این کارو کرد یا نه، آیا با عقل بود این کارو انجام داد، یعنی با حواس جمع بود یا مدهوش شده بود، یعنی بحث کردن. الان محل بحث من این نیستش که این کارو بعد انجام داد یا نه، ها اینو بهتون بگم. اون ماجرا هم که میگن حضرت سرش رو به چوب محمل زد، این سند نداره. اینا بگم حالا پرانتز ببندیم. یعنی ما رفتار این بزرگواران رو نگاه میکنیم. اصلا ما الان بابا بعضی موقع ها عزیز دل من رفت، ما کاری که داریم انجام میدیم به صورت سمبولیک همون اتفاقی که افتاده، چرا مشکی تنت میکنی؟ برای اینکه اهل بیت پیامبر که معصوم هم از قضا بگید نبودند، مشکی تنشون کردن. برای چی تو سینت میزنی؟ برای اینکه تو عزاداری به سینه میکوبیدند. برای چی زنجیر میزنی؟ برای اینکه شلاق میخوردن اونا. حالا اون شلاق با درد و هزار مصیبت بعد خودش، نه این حالا زنجیری به صورت نمادین میزنیم، ایرادم نداره، ایرادم نداره. هر رفتاری که یه موقع است رفتار موجب وحن دین میشه او حرامه. همه مراجع گفتن ببین اینجوری آب خوردن ایرادی نداره. یا فردا فرض بکنید این مدل آب خوردن موجب وحن دین بشه، یعنی اگه یه نفر اینجور آب بخوره بگن آقا این دین، اینا چه دین مضحکیه، باعث میشه مردم دین اسلام به سمت اسلام بگید نیان، فردا حرام میشه. یه حکم کلی دادن آقا هر چی که موجب وحن دین بشه حرام دیگه، مرجع تقلید دیگه، مرجع شده برای همچین روزی، محل رجوعه. تا دیروزش ایرادی نداشته ها، الان شما برید تو گوگل بزنید شیت شیعیان، برید بزنید، بلد نیستید تو گوگل ترنسلیت فارسی بنویسید شیعیان، بعد انگلیسی ببینید چی میشه در واقع تلفظش، بذارید ببینید چیه، فقط عکس قمه میاد. و من چجوری من کارم آقا اینه مناظره مباحثه کردن، افتخارمون به اینه که تعدادی ده ها نفر رو به ولایت امیرالمومنین آشنا کردیم. اولین چیزی که تو این بحثا میگن عکسا رو میارن میگن حالا بیا خودتو بکش، بگن آقا این ایرانی ها چرا با تمام مردم دنیا فرق دارن، این حزب الله لبنان چرا فرق دارن، چرا تنها جریان هایی که تو دنیا جلوی اسرائیل وایستادن این دوتان. میگن خب اینا شیعه ان، طرف سری میره تو اینترنت سرچ میکنه، همون اول بسم الله میگه یا خدا یه نخواستیم. اینا خودشون اینجا تیکه پاره میکنن، خیلی خطرناکن. اما قد قمه بزن، برو تو خونتون بشه قمه بزن، قد قمه بزن اصلا نصف کلتو بریز بیرون. اما وقتی می در مله هم به خدا قسم من صبح عاشورا کربلا بودم دو سال پیش، از شب تا صبح اونجا بودیم، صبح یادم صدای بوغ میاد، بوغو که تو سپاه امام حسین که نزدن مطمئنم، سپاه کی می زد؟ خدا پدرتو بیامرز. بعد یهوی دمی درا وا شد، صورت ها ستیق، سیبیلا تا اینجا، پیرهن سفید، صبح عاشورا پیرهن سفید تنشه. برای چی؟ برای که خون رو نشون بده. دقت کنید آقا، که خون جلوه کنه دیگه. حیدر حیدر با این لفظ یه صدا تبلوس می اومد، اینم که تبلم که نداشت. اومدن تو، من خدا شاهده بارها گفتم اگه دو تا صحنه تو عمرم تو زندگیم حک شده باشه، یعنی یه جوری رجوع میکنم انگار همین الان فول اچ دی دارم میبینم، یکیش همین صحنه بود. من مبهوت شدم، دیدم سر و کله خونی اومدن. بعد این عربای عراقی هم ماشاءالله 500 تا گوش اومد بالا. گفتم اینا که ما رو میگشتن یه دونه گوشی نمیذاشتن تو حرم بیرون، همشون اونا میدونن دیگه، اون مسئول عشیره شون میره اون جلو
میگه آقا اگه اتفاقی افتاد گردن من، کل عشیره رو راه میدن تو حرم و خود اون عشیره شون پلیس داره. پلیس داره یعنی اگه شما غریبه بخوای بری اون تو، خرتو میگیره، میگه تو میخوای از طریق ما بری. یعنی خودشون یه انتظامات دارن، اینجوری بگیم بهتره. و همین فیلم ها تو اینترنت، پوست خودتو میکنی، میخوای بابا بگی داریم خون میدیم برای اینکه اثبات کنیم تشیع دین دفاع از حق است، نه دفاع از پول. تو دنیایی که همه دم از پول میزنن، ما پیرو حسین ابن علی هستیم که به خاطر خدا و به خاطر دین پولمون میگذاریم. بابا این همه تحریم کشیدیم برای چی؟ برای چی؟ برای اینکه با یزید کنار نیاییم، با اسرائیل کنار نیاییم. بعد بیا طرف بیاد یه سرچ بکن تو اینترنت ببینیم شیعه ها چی هن؟ اینا با اهل سنت فرق دارن. اینا انگار ظاهرا مسلمان دو دستن. بذار بزنم اروپایی هست دیگه، فقط اگه بیاد دو تا مقاله درست بخونه تمومه ها، تمومه. یه فرانسوی بود خدا شاهده یک ربه شیعه شد، خدا شاهد یک ربه. باورتون میشه؟ نظرتون در مورد فلان چیه؟ اینه. به همان چیه؟ اینه. اما در مورد ادیان اطلاعات کامل داشته. دقیقا سوالاتی هم میپرسی که تو ادیان و فرق دیگه اروره، یعنی ایراده. میپرسی جواب، گفت خیلی منطقی، این چیه؟ من میخوام شیعه شم با کی بنیم؟ نه خدا پدرتون. من چند وقت پیش یه جایی بودم، یه پدر بیامرز پدر منو در آورد، انقدر اس ام اس میداد چرا جواب نمیدی؟ گفت کیه؟ گفتم بیا نگاه کن این گوشه ما، این اس ام اس های اون طرفو کلا پشت سر هم میاره. گفتم بیا نگاه کن. نگاه کرد، گفت ای چرا جوابشو نمیدی؟ نوشته بودم میخوام شیعه بشم، یک هفته من اس ام اس دادم جوابشو نمیدی. چرا؟ گفتم من نمیخوام سر احساسات بیاد بشم، میخوام چیکار همین شیعه های خودمون ما درست بکنیم، بذار درست بیاد، نمیخوام سر احساسات یا یه چیزی دیده و فلان، نه بذار با منطق بیاد، با عقل بیاد. خدا حواسمون رو جمع بکنیم. آ موجب وهم میشه. اینم پرانتزش بسته. ما رفتار برخی از این صحابه برای ما سند بوده. آقا حضرت سلمان چه کرد؟ رفتارش چی بود؟ ما میگیم او اصلا برای ما سنده. یک سوال از شما میپرسم، به خدا یعنی اصلا اینقدر این حرف عجیب غریب و بعضا مضحکه که آدم نمیدونه چی باید بگه. شما اصلا روایت رو در طریق کی میاری؟ میگه امام حسین فرمود. از کجا فهمیدی امام حسین گفته؟ میگه فلانی گفت، فلانی از کی نقل کرد؟ از بهمانی. اون از کی؟ همینطور میگی از فلان، از فلان، از فلان. میگردی بررسی میکنی که این آدم ها آدم های چی باشن؟ درستی باشن، درستی باشن. یعنی اگر این آدم درست باشه میگید پس این امام این حرف انجام داده، یعنی سندش درست. بعد حالا بحث دیگه، تقابل با روایات داریم، بحث با قرآن تطبیق دادن و فلانی بحث ها. اصلا حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی ماجرای فدک پیش میاد، استدلالی که میاره استدلال قرآنی میاره. میگه شما از پدر من حدیث رو نقل کردی در تضاد با این آیه قرآن. ما فعل حضرت زهرا برای ما الان سنده. این صحابه رو باید شناخت. امیرالمومنین با مالک تو منطقه بابل داشتن راه میرفتن، میرفتن یه سپاه پشت سر حضرت میومد. وقت نماز شد، یک نماز اول وقت و علی هم وای نمیسته. علی که انقدر به نماز اهمیت میداد و اینا کسی دور بر امیرالمومنین بودن پشت سر، نه همینجوری دونه دونه از اسباشون افتادن پایین، سری نماز رو خوندن و شکستن بوده ظاهرا، سوار شدن و قولی گازشو گرفتن. حضرت علی نمیخوند، رفتن رفتن رفتن، وقت نماز اول وقت گذشت، فقط امیرالمومنین مون که نماز نخونده باشه جز یه نفر. برگشت به اون یه نفر که مالک بود، گفت تو چرا نماز نخوندی؟ گفت من فقط یه چیزی میفهمم. گفت چی؟ گفت رسول، از رسول خدا به ما اینطور رسید که علی مع الحق و الحق مع علی، تو نمیخونی لابد یه چیزی میدونی. بعد حضرت فرمود این منطقه محلی بود که در آن یک قومی با عذاب الهی نابود شدن، بر اوصیاء پیامبر اینجا نماز خواندن ایراد داره. فکر علکی میشه مالک که در وصفش امیرالمومنین فرمود مالک برای من مثل علی برای پیغمبره. یعنی چی؟ فکر کنی هر کس عادی میشه حضرت عباس؟ من تو همین مشهد اون چهار شخصیت کربلا یک شبش در مورد حضرت عباس بود علیه السلام. حضرت عباسی که زیارت معصور، خب اینا که حرف میزنن متوجه نیستن به این نکات دینی و به این ادبیات دینی. معصوم
اگر یک زیارتنامه به معصوم برسه میگن معصوره زیارتنامه. زیارتنامه معصور از امام صادق، شما خطاب به حضرت عباس میگی رفع الله ذکرک فی علیین، میگه نام تو ای عباس در میان علیین میدرخشه، رفع الله، خدا بالا برد. یعنی اگه مثلا اینه که میگه آقا فلانی تو فلان هیئت، تو چشی، تو بهترین مداح بودی، تو بهترین سخنران بودی، نمیگه که رفع الله ذکرک الی علیین، نام تو را به سمت علیون بالا برد، نه خیر، فی علیین، در علیین نامت رفت بالا. اینو کی میفهمه؟ اونی که اون آیه قرآن رو خونده، و ما ادراک ما علیون. خدا تو قرآن بعضی جا گفته و ما ادراک، و ما ادراک یعنی چی؟ شما چه میفهمید آخ؟ خیلی عادی، خدا توضیح میده و میگم چی بگم به شما؟ و ما ادراک ما لیلة القدر، و ما ادراک ما العقبه، به تو چه میدونه اون گردنه، اون عقبه‌ای که در جهنم هست چیه؟ چیه؟ چی بهت بگم؟ میگه و ما ادراک ما علیون، مقام اینا رو شما چه میفهمید تو بهش کجاست؟ دیگه بهترین ها. بعد میگه عباس نام تو تو این بهترین ها اون بالاست میدرخش. امام معصوم کنارش ایستاده، وقتی داره خطبه میخونه کنار خونه کعبه، که امسال من نذر کردم و قصد کردم خطبه حضرت عباس تو محرم هر جا رفتم خوندم. اینجا بنا ندارم بگم، چون سخنرانی بچه ها میرن سایت میگیرن گوش میکنن، معمولا توی اونجا حضرت عباس میگه انتم وقعتم فی الغله، شما تو همون غلطی افتادید که قبل از شما قریش افتادید، لانهم، برای اینکه اونا ارادو اراده کردن قتل نبی خود، اونا میخواستن پیامبر رو بکشن، لا یمکن لهم، براشون ممکن نشد، مادام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حی سلیلا، تا موقعی که علی زنده بود نتونستید. تو احد حمله کردید، یک تنه دور پیامبر میچرخید، 80 یا 90 زخم برداشت، که میگه حضرت امیر رو یک ملافه آوردن مرهم پیچ کردن، اصلا یعنی اینقدر بدن زخم بود، گفتن کجای بدن ما بیچ، ریز ریز مثل کسی که چاقو بهش بزنن. اینطور شد حضرت امیر که لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، مال همون روزه، از سمت خدا نازل شد، اینو شیعه و سنی نقل کردن. حضرت بعد حضرت عباس علیه السلام در ادامه امام معصوم کنارشه ایستاده، داره این خطبه رو میخونه، فرمود همون طور که برای اونا ممکن نشد، برای شما هم ممکن نخواهد شد، قتل ابن بنت نبیکم، کشتن پسر دخترنم، ما دم تو حی انسلیلا، تا موقعی که چی؟ عباس زنده است، نمیذارم یه تار موثر حسین ابن علی کم بشه. یعنی مقام خودش نسبت میده به کی تو این قیاس؟ علی. میگه او جان فدای پیامبر بود، من جان فدای امام زمانم هم. او حضرت زهرا فدا شد بر امام زمانش، حضرت امیرالمومنین تا لحظهش مرگ بر امام زمان، شهادت بر امام زمانش پیش رفت، لیلة المبید در تختی خوابی که 40 نفر از 40 قبیله اومدن تکه تکه کنن رسول الله، پا امام زمان وایستادن، میگه منم امروز اون نقشو دارم. حضرت عباس کیه؟ اگر شما میخوای بفهمی امام شناسی یعنی چی، چطور باید پا امام زمانت وایستی، دقیقا باید ببینی عباس چه کرد، باید ببینی علی اکبر چه کرد، باید ببینی سعید چه کرد، باید ببینی حبیب چه کرد. چه شد که حبیب شد براش نوشتن من الغریب الی الحبیب؟ چه شد که حضرت عباس در وصفش امام حسین فرمود کمرم شکست بعد تو؟ خیلی حرف میفهمید یعنی چی؟ کمرم شکست بعد از تو. چی میشه که امام معصوم پشت یه نفر را بره، چشم بدوزه بهش، شروع کنه گریه کردن، دست و پاش به لرزه بیفته، شروع کنه بلند بلند نفرین کردن؟ اون کیه اون فرد؟ فکر آدم عادیه؟ فکر من و شماییم؟ اینا بودن که برای ما دین مون، و اینا ما چه میفهمیدیم چی به چیه؟
از درب ورودی عباس است که میشود امام حسین رو شناخت. سلمان که در نزدیک شهادتش هم ظاهرن هستیم، درسته یا همین اولوشا باید باشه، حضرت سلمان رحمت الله علیه، ببین در وصفش رسول الله فرمود منا اهل البیت. آخه میفهمی یعنی چی منا اهل البیت؟ یکی از ما اهل بیت شد یعنی چی؟ آقای خاتمی خونساری یه جلسه بودیم یه جایی، ایشون میفرمودن برنامه این شبها دعوتشون میکنن تلویزیون، ایشون میفرمودن زمان پیامبر که 5 تا از اون 14 تا همزمان زنده بودند، چون دیگه ما نداشتیم ها که این تعداد همزمان زنده باشن، 5 تا از 14 تا همزمان زنده بودن، یعنی در زمان اون 5 تن آل ابا، بهترین ها و بدترین های تمام اقوام آمدند. یعنی از تو ایرانی ها از سلمان دیگه بهتر کسی بگید نمیتونی بشه استدلالشون. شما نگاه کن تو ماجرای مباهله، پیامبر وقتی میره از زهرا رو تو خانوما بیرون میکشه، امیرالمومنین امام حسن اینو از تو آقایون بیرون میکشه میاردشون، میرن به سمت اون درخت، قبلش به کی گفته برو عبامو بنداز روی درخت یه سایه‌ای درست بکنه، زیر عبا رو جارو کن؟ بعضی سلمان میگه فکر کردید برای چی؟ اون که الکیه، ما افتخار میکنیم، بله ایرانی هم بوده، اما این در درجه دوم اهمیته. یعنی اون عراقی هم باید افتخار کنه به سلمان، اون آمریکایی هم که مسلمان شده باید افتخار کنه به حضرت سلمان، همونطور که ابوذر ایرانی نیست اما به شکا میکنیم افتخار میکنیم. حضرت سلمان، من اینا رو بگم تو یه نکته میخوام ازش، معصوم در وصف حضرت سلمان فرمود سلمان بحر لا ينزف و کنز لا ينفض، سلمان منا اهل البيت سلسل يمنح الحكمه و يعطي البرهان، سلمان دریایی است که نمیخشکد و گنجی است بی پایان، ظاهرا یا از امام صادق یا از امام باقره. سلمان از ما خاندان اهل بیت است، او آبشار و چشمه ای است که حکمت را جاری میکند و راه و دلیل روشن میآورد. میگه هر کی دنبال دلیل میگه ببین سلمان چیکار میکنه. چی میشه امیرالمومنین میگه عین عمار، عمار پس به چه درد میخوره؟ بالا منبر گریه میکنه، بخونید میگن محاسن شریفش خیس شد حضرت، میفرماید عین عمار، عین ذو شهادتین، عین ابن تیهان، کوشن اینا که تا موقعی که اینا زنده بودن من اینجوری نبودم. سلمانی که میگفتن میشست پا میشد هی به شاه میگفت شهادت بدید که رسول خدا گفت من سلمان من اهل البیت یا نه، میگفتن بله، تا میشنم گفت منم شهادت میدم شنیدم که آقا رسول الله گفت علی بعد از من حق با اوست. اینقدر این کارو کرد که مجبور شد جریان سیاسی یه شبه تبعیدی براش جور بکنه، بفرستش به مدائن، برو به سمت دیگه. مدائنی که در زمان آقا رسول الله اینا مسلمان نبودن، بعد از رحلت حضرت رسول شهادت حضرت رسول مسلمان شدن و کسب تکلیفی از حضرت امیر، حضرت امیر فرمود برو اونجا و ترویج بده فرهنگ ما اهل بیت. سلمان یه همچین شخصی، ما افتخار میکنیم ایرانی. معصوم در وصف حضرت سلمان میگن آقا رسول الله در مورد یا آقا رسول الله یا امیرالمومنینه فرمود که خدایا زبان سلمان را ولو آقا رسول الله، بذار که ماجرش اول بگم. تو جنگ خندق داشتن میکندن، خود ابتکار خندق هم حضرت سلمان داد، داشتن زمین رو میکندن و بعد عربا شعر میخوندن، اشعاری میخوندن که ما عشیره فلان، ما چجوری زمین رو میکنیم و هی هم انرژی میدادن. سلمان سکوت کرده بود و پیامبر احساس کرد تو این سکوتش که خورده احساس گوشه‌گیری و تنهایی و غربت بهش دست داده که من هیچ کیو ندارم، از یه مملکت دیگه بلند شدم اومدم اینجا، دنبال حقیقت میگردم اومدم اینجا. یا آقا رسول الله برگشت فرمود به عربی، فرمود که خدایا زبان سلمان را ولو به سرودن ابیات گویا و روان ساز. یه چند لحظه گذشت، یوی سلمان یه شعر بسیار فصیح عربی گفت، تا جایی که اون عشیره ها دونه دونه میگفتن از سلمانو منا، گفتن این از عشیره ماست،
بعد حضرت فرمود هیچی نگید، از سلمان و مننا اهلل بیت، از ماه. خب چطور میشه ما بریم روش و منش سلمانی شدن یاد بگیریم؟ خب ما امام معصوم میتونیم بشیم؟ نه. اما سلمان که میشه شد؟ راهش که بسته نیست، راهش بازه ها. حضرت عباس بچه امام بود، سلمان هم بچه امام بود، حبیب هم بچه امام بود. نگیم این حرفو. کسی که طالب حقیقت تو اون سن، سلمان پیرمرد بود، تو اون سن گشته بود تمام ادیان رو پیگیری کرده بود که یه پیغمبری تو آخر زمان اینجا میخواد بیاد، آمار داشت تا خبرش شنید از اصفهان از جی بلند شد رفت به اون منطقه که پیدا کنه. اسم اصلیش روزبهه یا بهروز، مغلوب همون بهروز میشه. رفت اونجا و وقتی صحبت کرد با پیغمبر گفت همون گم شده ای من. بعد اون که جریانات سیاسی مصادره کردن خلافتو، تنها جز معدود دیگه من 4 نفر ذکر کردن، 4-5 نفر موند با امیرالمومنین. تو اون تحصن سیاسی خونه حضرت زهرا سلام الله علیها سلمان حضور داره. و عجیب اینجاست، برخی میگن تنها کسی است که در کفن و دفنه بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها حضور داره. برخی میگن یکی دو نفر بودن، که برخی میگن یک فقط همین بود. یعنی اینقدر آدم نزدیک بشه. حالا ما بیاییم سلمان معصوم میدونه. ما آنچه از روایات استفاده میشه که سلمان اسم اعظم هم میدونسته، پا منبر اهل بیت یاد گرفت، آموزگارش رو میشناخت. ابوذر یه بار یه کرامت از سلمان دید، نه نقل شده، دوید رفت سمت امیرالمومنین گفت سلمان فلان کار کرد. امیرالمومنین گفت چه تعجب کردی؟ بعد در مدح سلمان نکات عجیب غریبی فرمودن. ان سلمان باب الله فی الارض. امیرالمومنین بعد از این ماجرا به حضرت ابوذر میگه که سلمان باب الله فی الارض. عجب، درب خدا بر روی زمین است. من عرفه کان مؤمنا و من انکره کان کافرا. هر که او رو قبولش کرد، بهش ایمان آورد و پذیرفتش، مؤمنه. هر که منکرش بشه کافره. و ان سلمان من اهل البیت. سلمان از ما اهل بیته، یعنی همون چیزی که حضرت رسول فرمود امیرالمومنین هم تکرار فرمودن. باز در ادامه فرمود همانا دانش اندیشمندان الهی بسیار دشوار و سنگین است، به گونه ای که آن علم را کسی پذیرا نمی شود مگر پیامبری مرسل یا فرشته مقرب یا بنده مؤمنی که خداوند قلب او را برای ایمان آزموده باشه. بعد اشاره به حضرت سلمان، منظور اینه، اون بنده مؤمنی که ببین کنار فرشته مقرب نبی مرسل اسمشو میاره. باز در ادامه فرمود همانا سلمان از گروه دانشمندان شد، چرا که اون مردی از ما خاندان است، لذا او را به اندیشوران نسبت دادم. باز معصوم در وصف ایشون فرمود که او لقمان زمان شماست، بلکه از لقمان هم بالاتر است. اما چقدر وقت گذاشتیم بریم حضرت سلمان رو بشناسیم؟ کسی که بابا به همین یه جمله فکر کنید، من نا اهل البیت. در وصف یکی دیگه هم گفت، فرمود ما زال از زبیر کان رجلا من نا اهل البیت. چیزی نمونده بود زبیر از ما اهل بیت چه، اما نشد، خراب کرد. آخر میگه سلمان ایمان آورد و مؤمن ماند. ما روایاتی داریم که نمیشه پشت منبر را گفت که آتیش گرفته بود سلمان بعد از ماجرای حضرت زهرا، که امیرالمومنین مجبور شد دستش رو گرفت و پرده هایی رو براش کنار زد تا ببینه، یه خورده آروم بگیره. یعنی همچین مقامی، همچین کسی. و ببینید تاریخ، مورخین نقل کردن چه کسی حضرت سلمان رو دفن کرد؟ امیرالمومنین. شبانه به مدائن آمد، نمازش رو خون، غسلش داد، به دست خودش دفنش کرد سلمان. خب اون عالم این امته، فضل داره بر برخی از انبیاء بنی اسرائیل، برتری داره، چون استاش کی بوده، معلمش کی بوده. از اینو یه جایی گفتم اما جا داره الان در وصف حضرت سلمان بگیم، دوباره تکرار کنیم. خلیفه دوم نقل میکنه میگه من دنبال ابوذر، دنبال سلمان میگشتم، رسیدم به ابوذر گفتم سلمان نیدی؟ گفت چرا، با علی داشتن این طرفی با هم رفتن تو نخلص. اون موقع هم قدیم رایج بود جاپا رو نگاه میکردن که سری راحت پیدا کنه. یه نگاه کرد یه جاپای، گفت این ابوذر که به صدیق بودن معروف، دروغ نمیگه. تعجب کرد چیکار کنم، این رفت.
رفت جاپا رو گرفت، دید امیرالمومنین داره جلو میره، سلمان همینجا پاشو برمی داره میذاره جاپا حضرت علی. بعد پیش گفت مسخره بازی چه داره در میاری؟ و درست راه برو دیگه. گفت من اینا نمیفهمم، من اینو میفهمم، تو این همه زمین علی پاشو رو این تیکه میذاره لابد یه چیزی میدونه، من اونو نمیدونم، اما میام خودمو شبیه به امامم بکنم. این میشه که سلمان میشه سلمان. به والله قسم خدا به ذریه ها برکت میده. ببین در مورد حضرت ابراهیم چی میفرماد؟ میگه ما به ذریت برکت دادیم، آل ابراهیم. خودش دغدغه ذریهشو داره. چه بسا اگر ما ایرانی امروز اینجوری اهل بیتی هستیم، به برکت حضرت سلمانه. متوجه چی میگم؟ یعنی به برکت او خدا بعضی موقع میده تا هفت پشت یک نفر رو در امان میداره. میگن تو جنگ صفین مالک درو میکرد، رحمت الله علیه، مالک درو میکرد، میدن حضرت علی یکشو میزنه، سه تا رو نمیزنه، پنج تا رو میزنه، دو تا رو نمیزنه. گفتن یا علی امروز چرا اینجوری میجنگی؟ فرمود نگاه میکنم تو هفت نسل اینای شیعه محب خودمون میبینم، حیفه. اینقدر محب اهل بیت بود، اهل بیت بودن ارزشمنده که به واسطه اون هفتمیه شش تا بابا نجات پیدا میکنن. عکسش هم هست، برید ببینید چه بحثی کرد، صحبت شد در مورد ذریه من حمل الله معنوه انه کان عبد شکورا. اون ذریه ای که حضرت با نوح حمل شدید تو کشتی، از ذریه صحبت میکنه. ذریه یعنی نجات، یعنی عشیره، یعنی نسبت فامیلی حتی پدر. اگه با ما ایرانیان نعمت حب اهل بیت و ولایت اهل بیت داده شد، چه بسا به برکت حضرت سلمان بود. حالا بیا ما صحبت کنم، از کی میخواد دین تو بگیری؟ احادیث اهل بیت از طریق کی بهت رسید؟ امثال سلمان و ابوذر و مقداد و اینها، مگه نه چه میدونستیم ما؟ هیچ. ابن کوا که خودش یا کوا هم میگن، یکی از متعصبین خوارجه، میومد این توی مسجد امیرالمومنین میرفت سخت‌ترین و پیچیده‌ترین آیه‌ها رو پیدا میکرد، هی سوال میپرسید، اشکال تراشی میکرد دیگه. بعضیا آخه سوال دارن، مثلا دیدی دیگه بعضی دانشجو سوال میپرسن جواب سوال هم میدونن، برای چی باید میپرسن؟ مریضن دیگه، میخواد ببینه استاد بلده یا نه. مدونه استاده مثلا چند مرده حلاجی، یا عمدن میخواد یه سوال سختی رو بیاره چی؟ استاد رو به گیرپاچ بنازه. من خودم یادمه از معلم جغرافیا اون میپرسیدیم، مرض داشتیم دیگه، آره والا بیمار همینه، یادم بیمار، خدا شفامون بده. آره برگشت به معلم جغرافیا و میگفتیم جزیره لانکرهاس کجاست؟ باید قسمت تو کلیه است جزیره لانکرهاس، اسمش جزایره، یعنی هیچ ربطی به جغرافیا. که مثلا میخواست ببینیم معلم مثلا برمیگرده بلد نیست، میگه حالا یه جزایری هست توی مثلا قاره اقیانوسیه نه فلان، از این حرفا میزنه یا نه. خب این مرض دیگه. این اونجوری بود، میومد اشکال تو منبر امیرالمومنین. حضرت علی هم میگفت سلونی قبلا تفقدونی، هر کی هر از هر جا عشقش بپرسه. فقط میگن فقط علی میتونه این حرفو بزنه، کس دیگه، هر کسی این ادعا رو کرده خدا زایعش کرده. سه چهار نفرم تو تاریخ نقل شدن که بعد از امیرالمومنین ادعا کردن بدجور زایع شدن. بعد این سوال میپرسید و حضرت امیران پاسخ، بعد گفت نظر در مورد سلمان چیه؟ عمدن میپرسیدن سلمانو، بعد سلمان اصلا لفظی هم که استفاده میکرده عمدن میگفتن سلمان فارسی یا سلمان مجوسی، یعنی نژادی نگاه میکردن، یعنی ما عربیم و از ما اعراب نیست، مجوسه، یعنی یک برچسب بود اون موقع، متوجه اید؟ بین نفر گفتم مثلا فارسی یا مجوسی برچسب بود، یه اتیکت بود که بین نفر بچسبونن. بعد حضرت در پاسخ فرمود بخون بخون، یعنی باریکلا باریکلا، احسن، چه حرف خوبی زدی از سلمان، و اسم سلمان رو بردی، عجب حرف خوبی زدی. ببین چه جوری جواب اون آدم مریض داد، من نا اهل بیت، برای تفسیرش کنم، از ما اهل بیت بود. و او برای شما همانند لقمان حکیم است، او دانش اول و آخر را می داند. در وصف سلمان از افر امیر المومنین فهمید کم کسی نیست. امام صادق باز دوباره می فرمان سلمان به دانش اول و آخر رسیده بود، او دریایی تمام نشدنیست، او جز به ما خاندان می باشد. فضل ابن عیسای هاشمی میگه من و پدرم به خدمت آقا امام صادق رسیدیم، پدرم در مورد صحت حدیث نبوی سلمان و رجلا من اهل البیت پرسید،
حضرت پاسخ مثبت داد. بعد عیسی گفت یعنی سلمان از نسل عبدالمطلبه که منا اهل البیت میگه. بعد امام فرمود منا اهل البیت. میگه باز دوباره سوال تکرار کرد. امام میفرمود منا اهل البیت. اون دوباره تکرار میکرد. ببین یعنی میخواد بگه یعنی حتما از نژاد عبدالمطلب. میگه منا اهل البیت. تکرار منا اهل البیت. عیسی گفت من متوجه نمیشم. من گفتم که نمیفهمم. امام صادق فرمود ای عیسی بشناس و درک کن آن را، سلمان منا اهل البیت. یعنی بفهم، من میدونم تو داری میفهمی. سلمان منا اهل البیت بالاترین مقامی است، یه نشونی که به نفر بدن، بالاترین مقامی که انسان میتونه غیر معصوم برسه همینه که از ما اهل بیت بشه، بشه سلمان، بشه حبیب، بشه حضرت عباس، بشه به مقام برسه که امام حسین علیه السلام اون شبی که خیمه رو خاموش کرد چراغ رو فرمود اصحابی از شما بهتر نیست. امام معصوم که مبالغه نمی کنید، یعنی هیچ وقت دیگه نیست. شماهایی فقط به چه مقامی رسیدن. ولو یه چیز قشنگ به تو میگم، ولو دو روز نماز خونده باشی، ببین دیگه وهب برخی از نقل تاریخی میگن دو روز از مسلمان شدنش گذشته بود تا عاشورا، کلن دو روز بیشتر نماز نخونده. اما به چه مقامی رسیده که اون گور به گور شده های روبرویی که میگن روزی 20,000 نفر 10,000 نفر تو آب فرات غسل شهادت میکرد، مثلا مسلمان بودن. عمر سر گفت یا خیل المسلمین، پیشونی هاشون کبره بسته بود ازش. دو روز بیشتر نماز نخوند، اما اون دو روزشو به جماعتی که خوند، حسین ابن علی علیه السلام، امام زمانش شناخت. پس این میشه عزیزم اگه 4,000 سال سجده بکنی، نماز بخونی، ال بکنی، بل بکنی، اینا فایده نداره. اما اگر اومدی این طرف، اینا بدون ولایت اهل بود، اما اگر با ولایت بود به یه گنجی رسیدی که عجیب. این طرفش هم داریم ما. طرف بگه من فقط ولایت اهل بیت رو قبول دارم، هیچ کار نمی‌کنم. اونم خوب نیست. اونم غلطه. پوست اونم می‌کنم بهتون بگم. روایت داریم بعضی از محبین امیرالمومنین فرمودن، بعضی از محبین ما هستن که گناهکار بودن، اما اهل بیت رو دوست دارن. اما چی هم؟ نه نماز می‌خونده، هیچ. همه کارا رو می‌کردم، گفته من علی عاشقش. حضرت می‌فرماد اینا بعضیاشون 300,000 سال توی طبقه بالای جهنم از عذابشون میگذره تا فرصت شفاعت به ما داده میشه. بله اینجوری نیستش. دل مخواست مگه میشه با سلمانی بود جا پای علی بذاری؟ شیعه یعنی همین دیگه، مشایعت یعنی جا پای کسی گذاشتن. بعد نکته دیگه هم که من بگم یه خورده ناراحتم اینه که حالا یکی یه حرفی زد، خوب نیست آدم بیاد کشش بده فلان. میبینه بعض موقع به خدا قسم اینا یک توپقه، یعنی اصلا طرف منظورشون نیست، رو دور افتاده یه نکته رو میگه. اینا نباید. من همین امسال یه جا سخنرانی داشتم محرم، بعد فرداش حالا مداشم رفیقمونه بشنوه و یه خورده خدا هدایتش کنه. بعد آره اومد و فرداش من بعد جلسه میشستم کنار منبر از عزاداری استفاده میکنم، اومد همون اول نشست تا این زد تو صورت خودش. یعنی کارا نمیکرد، چی اینجوری میکنه؟ گفت خدا منو مرگ بده. چی؟ دیشب تو جلسه طرف داشت میخندید. خدا منو بکشه. چرا میخندی؟ اهل بیت پیامبر دارن عزادارن، گریونن، فلانن، تو میخندی؟ بعدش این اومد محل استقرار ما فرداش که بیاد یه حال احوالی بپرسه. ما فرصت نمیکنم دیگر ببینیم، یعنی تو هم پامنبر بودیم، باید من میرفتم این میمون، باز این خواست برنامهش آماده کنه، دیگه نمیشه. باید میشم گفتم فلانی خیلی کار زشتی کرد. گفتم اولا همه فوشایی که دادی همه فهمیدن با اونی، هرچند به خودم میگفتی خاک بر سر من، خدا منو بکشه، میفهمید یعنی خاک بر سرت، خدا تو رو بکشه، برای چی میخندیدی؟ این یک. دو، یکی یه گوشه خندید. چرا میای چند نفر جمعیت اینجاست؟ مثلا اینا مشولران جمعیتشونه 1000 خورده 2000 نفر فکر کنم آدم 2000 نفر خنده رو بیار بکن خنده 2000 نفر، آخه این عاقلانه است؟ یکی خنده، بعد تازه دلیل خندهش هم بگید. ما نمیدونیم چی بوده. آقا توی محرم این همه ماشین مداحی گذاشتن، این همه
سیاپوش ما دیدیم، اصلا چهره شهر تو محرم عوض میشه یا نه؟ قشنگ برمیگه یه نفر رد شده، حالا یه آهنگی گذاشته میاد میشه، خدا لعنتشون کنه اینا همشون دیگه از دست رفت، دین ایمون نیست. بابا تو چشم میاد همیشه، میگه خالف تو رفت، مخالفت کن معروف شی. خب تو چشم میاد یه جا که همه میخندن بزن زیر گریه، همگی چه گریه میکنه؟ یه جا همه دارن گریه میکنن بزن زیر خنده، همه میگن چه میخنده. خب بعد گفتم تو بیا یه کاری، اونم تازه دلیلش هم چی نمیدونیم، یه ماجرا از همین هیئت رفتن خودم بگیم جالبه. ما یه زمانی انتظامات هیئتی بودیم، افتخارمون هم اینه دار ندارم میگم از همونجا به ما دادن. حالا اونجا چه کار میکنیم بماند، هم مسئول فرهنگی بودیم، عملا محرم نامه هایی رو مینوشتیم، هم انتظامات بودیم. اعتقادم بر این بود اولین و آخرین فردی که یک هیئتی میبینه کیه؟ انتظامات اون هیئته، غیر اینه این خیلی اهمیت داره. ما فرهنگی ترین آدمو گذاشتیم انتظامات، من خودم شدم مسئولش. اصلا ما نمیفهمیدیم که این ماده چی خونده چی نخونده، بچه ها گفتن چقدر قشنگ خونده میشه این روزش فلان، ما تو سرما وایساده بودیم بیرون چه میفهمیم. بعد یه پسره بود، این خورده 6 و 8 میزد، خول بود، مجنون بود. این میومد از این مجنونای هیئتی بود. آخه بعضی از مجنونین باز دو دستن، اصلا این یه دستاشو میکشن سیگار میگار میکشن و به خط خلاف مینازن، عکس مستعجن نشون بهش میدن و اینجوری میشن. یه عده‌شون اصلا نماز بخون میشن مسجدی میشن و دو دسته اینا. این از اون خوباشون بود. من اعتقادم بر این بوده این بود که این هم مهمان ابا عبدالله، همه از این دوری میکردن، مثلا میگفتن ای بابا ولمون کن فلانی، پدر ما رو در آوردی، میفهمید یعنی اسم میفهمید، شماره تلفن میتونست بگیره، موبایل داره. خب آره منتها من بهش احترام. بعد من واقعا فهمیدم این محبت چه کیمیاییه. این آقا یک جور عاشق ما شده بود که حالا بیا ببینستم ولمون نمیکرد، چسبید بود به ما، عتت شده به ما. بالاخره دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. آره بعد بچه‌ها میگفتن خدا پدرتو بیامرزه، اینو همین دم در حیات تو نگهش دار، این تو نیاد. میشست یعنی مزخرفات و چرت و پرتای سر هم میکرد 3 ساعت 4 ساعت. من میگفتم شما راست میگی، بگو تعریف کنه به خدا. بعد خیلی هم برام خوب بود، خدا شاهده، یعنی اون مدت اون سالها خیلی برام اینا یعنی صبر منو برد بالا. توی راهپیمایی میشد، من اینو گمش میکردم تو راهپیمایی، میگفتم اونجا رو نگاه کن، تا نگاه میکنم میپیچوننمش میرفت. آقا به 5 دقیقه نشو بز مرو پیدا میکرد. بعضی میگفتن این جی پی اس کار گذاشته. آره یه داستان اینجوریه. یه شبی بود شب عاشورا، خب دیگه آدم شب عاشورا یه جور دیگه است، مثلا دست خودش نیست. بهش گفتم ببین فلانی یه امشب رو بی خیال ما شو. دیدم بعد تهدیدش کردم، گفتم وگرنه دیگه تحویلت نمیگیرم. تا اینو گفتم یه خورده واقعا کنترل کرد، اون شب ما راحت‌تر بود. واقعا هم تو هیئت بیاد به هم میزد و میومد تو هیئت واقعا به هم میریخ، یعنی جو همه حواسا رو به خودش پرت میکرد، داد و بیداد میکرد عمدن. یه بار یکی از این بچه‌ها توی خونه‌شون هیئت گرفته بود، درا رو باز کرد و اینا هروله میکردن میچرخیدن. حالت هیئت خونگی هستن تو خونه میگیرن، تعداد 50 60 نفر بیشتر نمیادن، چه هروله میکردن. یودیم یا خدا یکی اون وسط میل بارفیکس رو چسبیده بین در داره بارفیکس میره خلاف جمعیت، برعکس بود. چون زیر درا رد می‌شدن، یکی این درا چارچوبش میل بارفیکس داشت و صابخونه پسرش، این گرفته بود تو اون هیرو بیر، یعنی اینجوری خراب می‌کرد. من نشونمش گفتم فلانی این شب هیچ نمی، فردا صبحش عاشورا ما می‌اومدیم تو هیئت تا ظهر زیارت عاشورا با صد لعن و صد تو سلام می‌گفتیم. وقتی تموم می‌شد نماز ظهر، یعنی تا ظهر طول می‌کشید، نماز ظهر عاشورا رو می‌خوندیم که اصلش می‌گفتیم همینه، یعنی اون روز دسته بیرون نمی‌رفت به خاطر اهمیت نماز، نماز ظهرش. بعد یه عزاداری هم می‌کردیم، تمام کسایی که حالا شهرشو می‌رفتن روستاهاشو می‌رفتن، عاشورا بحثش فرق می‌کنه، پس می‌خوام اینا تعزیه ببینن اینا، کسایی که دیگه بی‌هیئت شده بودن هم می‌اومدن اونجا، یعنی کل شهر جمع می‌شدن. بعد این صبح از راه اومد ما کنار من نشست، بعد من بهش سلام کردم گفتم فلانی سلام چطوری، یو این برگشت گفت سلام. این رفته و شب تا صبح مکانه صبح طلوع میرن شم روشن میکنن مکانه صبح طلوع، این بچه 4-5 ساعت اینو داد زده بود، صداش گرفته بود. صبح عاشورا این تا من گفت سلام، اینجوری گفت آقا ما رو یه خنده گرفت، هر کاری میکنیم تو جلو خودم، گفت خدا لعنتت نکنه چی بود امروز عاشورا ما رو تو خراب کرد. حالا فرض کن تو همون لحظه یکی منو ببینه میدونه چه خبره،
میدونه چیه؟ چی میگه؟ میگه این کافره، این ملحده. نه والا بلا، نه کافرم نه ملحدم، اهل بیتم دوست دارم. خب نه این بیام یه چیزی رو، حالا یه نفر یه جای یه کاری کرد، بیام آی تو بوق و کرنا کنیم. از خدای بعضیاست میدونی که دشمنی که کارایی که میکنه اینه. یا آدمایی که بولد و هایلایت شدن و عمدن میگه کار بد بکنید، یا کار بد بهشون نسبت میده، یا کار بد برخی رو میاد بولد و هایلایت میکنه. آی فلان آیت الله حضرت رقیه رو زیر سوال برد، وا امتا وا اسلاما. یه نفر رو منبرش یه چیزی گفته، درست و غلطش رو فردا بررسی میکنیم. خب اما وقتی تو اینو بیای بگی، یه شک عمومی به راه میندازی که چی؟ خب اون آیت الله که آدم کوچیکی که نیست، لابد یه چیزی بگید هست. خیلی غلطه، به خدا گناه داره، به والله اشاعه گناه از یه جایی از خود فعل گناه بدتره. چون اون یه بار اون گناه کرده، تو میبره 10,000 نفر میگی انگار 10,000 بار اون گناه تکرار شده. برای چی اسلام حد میزنه بر کسی که نتونه 4 تا شاهد بیاره اگه تهمت بزنه؟ حکم تهمت زنا بده به این نفر، 4 تا شاهد نتونه بیاره، یعنی چی؟ یعنی اسلام نگران اینه که گناه مخفی علنی نشه. تو شیراز یه گروهی دستگیر شدن، همون سال بنده شیراز بودم، خیلی برام جالب بود. تو این کوه بابا کوهی شیراز که مردم میرفتن، اینا اواسط هفتم دستگیر شدن. کار اینا این بود، قوطی آلومینیومی عرق ودکا رو برمی‌داشتن، خالی بود، هیچی نداشت، کیسه کیسه می‌بردن اون بالا، عذر میخوام، قوطی عرق و لباس زیر پرت می‌کردن زیر درختا، که جمعه که طرف با خانواده‌اش میاد بگه اوه اوه ببین چه خبره تو مملکت، ببین با یه دشمن اینجوری طرفی که تا اینجای کارو داره میزنه، حواسش هست، باید اشاعه داد گناهو، باید قبح گناهو شکست. اینا خیلی اهمیت داره. بعد ما با یه وقت نادانسته خودم بیایم دامن بزنیم، ما از کجا؟ اولا معلوم نیستون چی بوده. یه بنده خدا بر ما تعریفی از سخنرانی خیلی معروف میگفت، او بابا برای اون تعریف میکرده دیگه، حالا من واسطاشو حس میکنم، یه جوری میگم انگار خودم دارم میگم. میگه آقا یکی تو مسجد بود، یا ما رفتم دستشویی سرویس بهداشتی، آخوند مسجد اومد، روحانی مسجد اومد، من دیدم رفت تو دستشویی، اومد بیرون وضو نگرفت، رفت وایستاد بر نماز. میگه منم کل مسجد و کل محل و نصف شهر رو خبر کرد. میگفت آقا این غیب شد این بابا، یعنی یه جوری آبرو من از این بردم، غیب شد دیگه، کلن ندیدیمش. میگه گذشت، بعد ظاهرا خود این فرد روحانی میشه، یعنی درس بعدا حوزه میخونه، اون موقع بعد نوجوانی بوده، جوانی بوده چه میدونم، درس میخونه. میگه یه روز من رفته بودم آمپول زده بودم، بعد میخواستم این پنبهشو بردارم، رفتم تو دستشویی این پنبه رو دروردم، انداختم از دستشویی اومدم بیرون، وضو هم داشتم. با خودم گفتم ای نکنم بنده خودم یه همچین کاری داشته، ما آبروی هستیم. میگه یه لحظه خدا تو ذهنم آورد، میگه رفتم دنبال محله قدیمون، گفتم یه کی بود اینجا، یه آخوندهی بود اینجوری، یه حاج آقایی بود نماز میخون فلانو. بعد یکی گفت، یکم مغازه گفت آه فلانی، میگه آره، گفت چند وقت پیش برعکس چند سال پیش اومد پیشم و گفت خدا لعنتشون کنه یه تهمتی به ما زدن دیگه، من توی این محله نمیتونم ببینم، حاج آقا میخوام از ایران برم میخوام برم خارج تبلیغ بکنم، کلن از هستی ساقطش کردم بدبخت با یه بدگمانی. به خاطر معصوم میفرماد اکبر گناهان کبیره بدگمانی. ما اصل رو بر این بذاریم، آقا اون یه لحظه ما چرا بر چه خندیده، ما بیایم علنی بکنیم تو مجلس ابا عبدالله، خاک بر سر من، خدا منو لعنت کنه، الهی من بمیرم فلان، تق تق تو سر کله. تو هم گفتی عجب، پس تو مجلس ابا عبدالله میاد دیمیان میخندن. اسمش میده امیرالمومنین یزید رضی الله عنه، لعنت الله علیه. یعنی اینجوری برای من اس ام اس داد، فلانی هم به آخر به حرف ما رسید. خب یعنی این از کجا با خبر شده؟ از 4 تا آدمی که نادانسته به اینا رو پخش میکنن، کلیپ میکنن، اینا رو اشاعه دادن گناهه، این همون حرفی که طرف زده. باید تو همین مشهد، تو بازار همین قماش مشهد، طرف گاری دستش بود داشت میرفت، پارچه داشت میبود، منو دید شناخت، گفت بیا بیا ببین آیت الله فلانی گفته یزید میره بهشت، بیا نگاه کن. بعد من بهش گفتم آجی چقدر سواد داری؟ گفت هیچ.
قرآن میتونم بخونم. گفتم میدونی اصلا موزه بحث، من تایید نمیکنم کار او بنده خدا رو، اصلا کارم یزید جهنمی دارن، هیچ شکی وجود نداره. در اینم هیچ شکی وجود نداره که رحمت اهل بیت چیه؟ خیلی واسعه است و وسیم. اما این دو تا رو ما میپذیریم، اما نتیجه گیری از این جهت ما نمیکنیم. او سار الله، خونش به گردن خداست، به گردن من و تو هم هست. ما میگیم طلب ساری. مولوی دروندی میرفت جلو حرم امام حسین وایستاده بود، گریه میکرد، زریح اونجا تکون میداد، میگفت یا ابا عبدالله، اینی که من از تو دیدم، تو رو خدا اون دنیا شم رو نبخش. یا گریه میکرد تکون میداد، خیلی عجیبه. او رحمت الله واسعه. بعد اون بحث کجا مطرح شد چه میدونیم؟ حالا یکی بالا منبر بیاد یه جوری پخش بشه که یه کارگر تو بازار، تو همین شهر خودتون، تو بازار بیاد بگه نگاه کن فلانی هم گفته رفته بهشت، سنگ رو سنگ بند میشه. به خدا اینا گناه داره ها. حرف سخیفی زده شده، در این شکی نیست. حرف اشتباهی بوده، در این شکی نیست. ادبیات حتی کانه بوده، شکی نیست. علما رد کردن، بزرگان رد کردن، در این شکی نیست. اما به من یه جغل بچه نیومده بیا این وسط اظهار نظر کنم. این خطرناک. ما دار و ندارمون از اهل بیت و اون روایتی که تو مشهد همینجا خوندم که حضرت رسول فرمود همه شما، همه مردم از شجره جدان، من و علی از یه شجره واحده، من تنه درخت، دخترم زهرا شاخه های آن، و علی پیوند آن است، و حسنین میوه های آن. درختو که پیوند بزنی میوه میده، خیلی مثال قشنگه. و شیعیان ما برگه های آن درختن. شیعیان خوب، یاران بزرگوار حضرات، اینا کسایی بودن که اون برگای درشت بودن. اینو بارها گفتم، بازم تکرار میکنم، مردم معمولا میرن چه درختی رو قطع میکنن؟ درختی که خشکه. از کجا میفهمن خشکه؟ برگ نداره. دقیقاً حمله به اهل بیت زمان صورت گرفت که یارا کم بودن، 70 نفر بیشتر پا درخت وای نایستادن، هر حروم لقمه جرأت کرده. برعکس تو اینجا باید با اون برگای شاخص و ستود، برگهای شاخص کدام برگان؟ اونایی که بیرون جلو نورن، جلو بارونن، جلو سرمان، اما درشترن. این ویژگیشونه. ما زحمت چی به من بگید تو رو خدا وکیل الان ما مثلا برای دین مداری چه سختی الان داریم میکشیم؟ بیا ببین میثم طماع رو گرفتن، چقدر زدنش، چقدر شلاق بزنن، زبونش رو از حلقومش بیرون کشیدن، بر درخت نخل مصلوبش کردن، فقط به خاطر اینکه از علی میگفت. ابن سکیت، این متوکل ملعون، برگشت گفتش که ابن سکیت، گفت بله، گفت بچه های من به نظرت بهترن یا حسنه؟ نمو حسنه بود. این دیگه خیلی جیگرش سوخت. دیگه گفت اینجا تقیه مقیه دیگه فایده نداره، اینجا جاشه دیگه. گفت تو با بچه هات به فدای قنبر غلام امیران مایی. مرتی که تو برمیداری میگید حسنه اینو با اون دوتا نخالات یکی میکنید. اینجوری گفت، دستور داد از پشت سر زبونشو بیرون کشیدن. یعنی از بغل ستون فقراتش سوراخ کردن. با چاقو زبونشو با حلقه از اونجا کشیدن بیرون، مرد، زجر کشید، شلاق میخوردنم از اهل. اینا صحابی بودن که برای ما نگه داشتن، اصحاب اهل بیت. اصحاب ما تعریف شیعه متفاوت از برادران اهل سنتمونه. اونا میگن هر کی پیامبر دیده باشه صحابیه. نه، ما میگم شاید منافقان. این همه تو قرآن میگه منافقین، اینا مگه پیغمبر ندیدن؟ چه ربطی داره؟ با پیامبر بوده باشه، با اهل بیت بوده باشه، منش اهل بیت رو گرفته باشه، اون برای ما ارزش داره. وگرنه بوده، ما داشتیم از یاران اهل بیت شلمقانی، از یاران امام زمان بود، خودش ادعای مهدویت کرد. خیلی حرفا تا اونجا پیش بری، بعد خودت بگی من امام زمانم. زبیر از یاران اهل بیت نبود؟ امیرالمومنین فرمود جهنمی شد زبیر، القاتل و مقتول کلاهما فی النار. اینا تو رو خدا دامن زن. اینجور چیزا رو دیدید هشدار بدید. بله این حرفا جذابه، اه فلانی نگاه کن چی گفته، اینا جذابیت داره برای مردم که اه ببینیم چی گفته. اونجا برخورد بکن، بگید این کار اشاعه گناهه. حالا یه نفر یه کاری کرده، شیطان همیشه دوست داره خودش تو کسرت قرار بده. و الا ان کید الشیطان کان ضعیفا، بارها گفتم، یه نفری که تا حالا سیل ندیده
سه متر آب رو هم بیاد روش یه سانت کف باشه، نگاه میکنه میگه سه متر رو یک سانت کف داره میاد. خدا میگه این کف روی آب بزن که اینا زیرش آب هیچی نیست. اینا چرا انقدر این صهیونیست‌ها تو نمادگرایی میرن؟ ها اون سال 87 داشت که من سخنرانی میکردم در مورد این، چرا انقدر رو نمادگرایی میکنن؟ نماد تو چشه. یه نفر از دور وایستاده، دست راستش گذاشته رو دست چپش، زیر نافش گرفته، داره نماز میخونه، میگه این حنفیه. از کجا فهم؟ از نمادش. میتونی دو ساعت در موردش صحبت بکنی. مدل عمامه یک روحانی رو با بستگی داره ببینیم، میگیم که این شیعه است یا اهل سنت، سیده یا غیر سیده. از نمادش میفهمی. شیطان برای همین میاد نمادها رو مصادره میکنه که بگه من زیادم، من تاریخیم، من از گذشته هستم. ما نیم خودمون به دست خودمون جبهه شیطان رو کسرت بهش بدیم. آقا همین الان با یه دوستی که حالا داشتیم میومدیم از اون اقامتگاه ما به اینجا، ایشون گفت آقا فلان مطلب خیلی زیاد شده. من داشتم صحبت باش میکردم، گفتم ببین شما میگید این تعدادی، یه تعدادی از یه چیزی رو گفت. گفتم من گفتم چرا 14 میلیون زائر امام رضا رو اینجا نمیبینید؟ چرا 24 میلیون پیاده روی شیعیان تو اربعین؟ بگو نمیبینیم. امسال هم یه خبر خوش بهتون بدم، انشالله یه پیاده روی هم تو داخل ایران خواهد بود، از حرم حضرت معصومه به جمکران. تو اونجا زیارت اربعین خونده میشه، این طرف هم زیارت نای مقدسه بخش هایش خونده میشه، و اینم برای اون کسایی که نمیتونن برن، میرن برای عرض تسلیت به خدمت آقا صاحب سلام. این برنامه انشاءالله حالا تا چند وقت دیگه تلویزیون اعلام بکنه، تبلیغاتش هم میره. خب ببینید چند میلیون آدم بیان، تلویزیون درست تبلیغ بکنه یه هفته قبلش قشنگ تا فرصت پیدا کنه، ببینید چند میلیون آدم بیان. چرا اینا رو نبینید؟ این جمعیت ماشاءالله کنار هم دیگه نشسته، برای کی اومدی؟ برای اهل بیت اومدی؟ چرا اینا رو نبینیم؟ رنگ شهر عوض میشه؟ نه برعکس، اینا رو دامنه. ولو ببین بعضی موقع هم هست، بعد بگی چی؟ نبود. اسلام خودش میگه نبود، به قاضی میگه اگه یه نفری گناهی کرده بود اومده اونجا دادی بیدا کردن، تو راه فرار بهش یاد بده بره. اگه گناهش چی بود؟ فردی بود. چون گناهش اگه فردی موقع است اجتماعی پوستش، من بره سر چهار را بایسته بگو آه من عرق خوردم، پدر تو در میاد. اما یه رفت خونش نشسته عرق خورده، رفته تو خونه یارو کشیده بیرون، آوردهش آه این عرق خورد، آه یا شهر رو خبر کنه. به قول آی فاطمینه خیلی قشنگ میگه، مثلا مثال امروزیش اینه، میگه که قاضی باید اونجا برگرده بگه تو عرق خوردی، به باسپورس بگه ها، بگه تو میگی این عرق خورده برداشتی آوردیش، مثلا محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت آوردش، گوه این عرق خورده. گوه مطمئنی؟ چون اخیرا اینایی که میرن دکتر دندونشون رو بخوان درمان کنه، ماده سرکننده که میزنن بوی الکل میده ها، بعد یه خوردم حواس رو پرت میکنه، یه خورده چون سر کننده است گیج میشه، بعد تو آزمایش هم نشون نمیده ها، یعنی آره من از همونا رفتم زدم، باشه برو خونت. خب برای چی تو خونش ولا تجسس بریم یکی بیرون بکشیم یا علنی کنیم گناهش؟ من خیلی وقت دیدم میان بالا پشت تریبون طرف میاد با میسه میگه آی آقا جوونا دارن فلان میکنن. یک بولتنی بود در کشور ما پخش میشد هر سه ماه یه بار، یعنی هر فصل سه چهار ماه یه بار پخش میشد، در مورد آمار کجکلگی های جوان ها بود، مثلا نمیدونم عرق چقدر میخورن، نعوذ بالله زنا چقدر میرن، آمار خود ارضایی چیه، گناه. بعد از سمت رهبری دستور دادن که اونطور که اون بنده خدا که گفتم چرا این آمار سه ماهه شد شیش ماهه، گفتن اون بنده خدا به من گفت که یه روحانی هم بود مسئول بود اونجا، گفتش که آره از سمت رهبری گفتن ظاهرا که این آمار سه ماه ندید، شیش ماهه بدید. همین جوری ذهن مسئولین نسبت به جوانا منفی هست، اینا رو هم که میخونن هی میگن لابد همه جوانا اینجوری، ما یه جایی رفته بودیم، یه نهادی بود، یه جایی بود، حالا جای خاصی بود، بعد یکی برگشت گفتش که از اساتید اونجا، گفت میدونی اینجا ما یه جوانی رو گرفتیم داشته این گناه انجام میده. گفتم پدر بیامرز، شما 10,000 تا جوان داری که این گناه انجام نمیداده، تو چشت مریضی دیگه، صاف رفتی سراغون، تو خودت خوشت میاد از این گناه ها، خوشت میاد بیان بکنی دیگه. آدم نباید ببینه چاه چوب نمیزنه دیگه، توضیح ندید. خب
من امشب بنام برای این بود ماجرا حضرت رقیه رو بگم، منتها این سیمشو قرار بود وصل کنم، وصل نکردن هیچ وقت. خب چی وصله؟ به کجا وصله سیمه؟ این چجوری وصله؟ آها من فکر کردم کلا سیمتو نرسیده. خب پس فردا من اینو پخش میکنم. ظاهرا حتما بشینید، حتما بشینید. بالاخره الان این سلفیای ملعون و وهابیا حرم محاصره کردن، خیلی قریبه حرم حضرت رقیه سلام الله علیها و علمه اونجا باید بمونه. اگر حضرت رقیه نمی بود حرمش اونجا، به خدا امروز ما باید اثبات میکردیم که اینها رو به اسارت بردن. خود وجود این حرم مقدس میگه اونجا بودن و یکی اونجا به شهادت رسید، ماند از بقیه. خب اینا خیلی مهمه. همه اینا رو دارن خراب میکنن، فکر کنید برای چی دارن خراب میکنن؟ خب این اثرات از بین ببرن. در عوضش ما اینجا دل میدیم به کلام مدهان که حالا برنامه‌ای دارن. تجدید الفرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه.